زنان تجارت پیشه و فعالان عرصه اجتماعی برای رشد کار و فعالیت خود گرد هم آمدند. آنها به این باورند که تمام تلاش فعالیت خانم ها به تنهایی صورت گرفته است و همواره تلاش کردند تا ظرفیت ها و توانایی خود را نشان دهند. خود دولت کدام کاری نکرده، اما خانومای تجارت پیشه با وجود این که در تنگنا هستن و موقعیت ها هر لحظه بر از اینا تنگتر میشه، بازم خودشان باعث میشن که بتانن کارهای خودشان بهتر و هر روز موثرتر انجام بتن. بنیاد خیریه فقیری اخیرا یک مدال طلا و مقدار جوایز نقدی را به رقابت گذاشته است تا زنان و مردان موفق بتوانند به خاطر کسب این جوایز تلاش کنند. مسئولان این بنیاد میگویند کسانی که بهترین طرح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ارائه کند ممکن است شامل این جوایز گردد. در هر بخشی که جوانان افغانستان چیزی برای گفتن داشته باشند و احساس بکنند که اونا شامل این پروسه میشن، دروازه های ای سیستم باز هست و میتونن مراجع بکنن، ثبت نام بکنن و بعد از رونمایی مدال او جزئیات کاملا برای شهروندان افغانستان گفته میشه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان زون غرب میگوید کار و فعالیت زنان در عرصه تجارت وابسته به حمایت دولت و تجار ملی است. بنان برنامه های تشویقی میتواند خانم ها را در رشد تجارت کمک کند. این تشویقی که از طرف تاجران ملی کشور ما صورت میگیره برای یک خانم خواهر زحمتکش ما که توانستم تولیدی داشته باشم یا متشبس باشم یا تجارت پیشه باشم، باعث پیشرفت از اینا میشه و همچون برنامه ها انگیزه میده که تا دیگر خانم هم بیایم مشترک کنم در عرصه کار و تجارت و پیشرفت سهم بگیرم. خانم های موفق زیادن، فقط باید ما برای خانم ها فرصت بدیم. خانم ها ظرفیت های زیادی دارن، ظرفیت سازی اگه بس خانم ها بشه، خانم ها زود انکشاف میکنن. حالا میبینیم که شرایط کمک بحرانی شده، کمک عرصه برای خانم ها زیق تره. در حال حاضر حدود 450 تن زنان تجارت پیشه ثبت اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان زون غرب هستند. خیلی از آنها در بازارهای ویژه در هرات کار و فعالیت دارند.